درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه 17 دی ماه 7 ژانویه نگاهی داریم به افغانستانی ها در ایران، مهاجرت یا تبعیض نژادی. روزنامه شرق در گزارشی می نویسد نخستین موج مهاجرت افغانستانی ها به ایران در زمان کودتای اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان در سال 1978 روی داد. اما مهاجرت افغانستانی ها به ایران در قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی آغاز شده بود. این مهاجران عمدتاً کسانی بودند که برای زیارت، تجارت و یا کار به ایران می رفتن. با بالا گرفتن اختشاشات در دهه های 70 و 80 میلادی در افغانستان، صدها هزار پناهجو به ایران مهاجرت کردند. در آن زمان دولت ایران مرزها را به روی این پناهجویان گشود و به همه این افراد که تا سال 1991 میلادی تعداد آنان به حدود 3 میلیون نفر می رسید، کارت اقامت پناهندگی داد. با سقوط دولت کمونیستی در افغانستان در سال 1990 ایران تصمیم گرفت روند مهاجرت افغانستانی ها به این کشور را به ایران را متوقف کند. اما به قدرت رسیدن طالبان و همچنین آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 به دنبال حملات 11 سپتامبر 2001 موجب شد که این روند ادامه یابد. امتناع از اعطای تابعیت به پناهجویان افغانستانی، اعمال محدودیت بر رفت و آمد و محل اقامت مهاجران و پناهندگان افغانستانی، عدم تایید و ثبت ازدواج میان زنان با تابعیت ایرانی و مردان مهاجر افغانستانی، وضع قوانین سختگیرانه آموزشی و تعیین شهریهای نسبتاً سنگین مدارس برای خانواده‌های افغانستانی، مجموعی از ابزارهایی بودند که جمهوری اسلامی برای تحت فشار گذاشتن افغانستانی‌ها برای بازگشت به افغانستان از آن استفاده کرد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل سوء مدیریت داخلی و تحریم‌های بین‌المللی وضعیت خوبی ندارد. نرخ بیکاری بالاست. اما تداوم جنگ در منطقه ایران را به مقصدی در دسترس برای پناهجویان بدل کرده است. از این رو جمهوری اسلامی می‌کوشد این وضعیت را تغییر دهد. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم با محدود کردن امکان سکونت افغانستانی‌ها در شماری از استان‌های ایران موافقید؟ همطور که می‌بینید نتیجه نظرسنجی رو در فیسبوک افق کماکان می‌تونید به فیسبوک و مراجعه کنید، در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید، به گوگل پلاس و توییتر هم می‌تونید سر بزنید و از اون طریق با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به افق@viewnews.com ایمیل بفرستید یا از روی فیسبوک افق میتونید فایل صوتی برنامه رو دریافت بکنید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به وضعیت افغانستانی ها در ایران در چند ماه گذشته. وال استریت جورنال: ایران با پرداخت $500 در ماه و دادن مجوز اقامت در ایران به هزاران پناهنده افغانستانی، آنان را برای جنگ در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد استخدام می‌کند. به درخواست مقام‌های دولت افغانستان، جمهوری اسلامی با تمدید 6 ماهه اقامت 450 هزار مهاجر افغانستانی در ایران موافقت کرد. پیشتر 760 هزار مهاجر افغانستانی با خطر اخراج از ایران روبرو بودند. در پی انتشار ویدئوی رفتار زننده ماموران نیروی انتظامی با کارگران مهاجر افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی و واکنش منفی مردم به این رفتار، سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت دستور لازم برای شناسایی افراد خاطی به منظور برخورد قضایی با سوء رفتار ماموران صادر شده است. مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش از اعزام تیم‌های ارزیاب برای بررسی ماجرای تنبیه تحقیرآمیز دانش آموز افغانستانی در یکی از مدارس پاکدشت استان تهران خبر داد. استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوی رحمت و زنجان و نیز استان گلستان به جز بخش مرکزی آن
جزو استانهای ممنوعه برای اقامت اتباع افغانستان اعلام شد. تجمع افغانستانی‌های مقیم قم در ایران مقابل آموزش و پرورش ناحیه یک در اعتراض به افزایش 3 برابری هزینه تحصیلی مدارس در ایران. توضیحات مقام ایرانی درباره افزایش شهریه دانش آموزان افغانستانی در مقابل کمیساریای سازمان ملل در تهران. ده‌ها تن از مردم افغانستان در تظاهراتی مقابل سفارت ایران در کابل خواستار رعایت عدالت و برابری درباره مهاجران افغانستانی در ایران شدند. در روزهای اخیر رسانه‌های افغانستان از کشته شدن 3 مهاجر افغان در استان اصفهان خبر دادند. بیننده افق صدای آمریکا هستید. مهمان‌های امشب افق آقای دکتر داوود مرادیان، مدیر انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان، ایشون از کابل با ما هستند، از استودیوی صدای آمریکا در کابل. آقای عارف فرمان، نویسنده، ایشون نویسنده چندین کتاب هستند، از جمله جایی برای زیستن، افغانی‌ها، سبز، سرخ، آبی. ایشون از سوئد با ما هستند از طریق اسکایپ. همچنین خانم دکتر آمنه آریا، ایشون از سوئد، از کالیفرنیا عضو میخوام با ما هستن. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستن. و آقای محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار، که از مشهد در ایران از طریق اسکایپ به ما میپیوندن. به همه شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. آقای مرادیان، با شما آغاز بکنیم. برداشت شما چه هست از وضع محدودیت‌های جدیدی که بر رفت آمد و محل سکونت افغانستان‌ها در ایران اعمال میشه؟ علت چه هست به نظر شما؟ با درود به شما و مهمانان محترم و بیننده های محترم شما، اجازه بدید قبل از پاسخ به این سوال در مورد عنوان برنامه شما این سوال داشته باشن که تبعیض نژادی شما نام گرفتید و سوالی که مطرح است، آیا افغان ها و ایرانی ها دو نژاد متفاوت هستند که ما از تبعیض نژادی با صحبت باید کنیم یا خیر؟ و این مرکز مشکل همین هست که نگاهی که در ایران نسبت به افغان ها وجود دارد یک نگاه مبهم هست و این که هم در سطح دولت و هم در سطح جامعه ایران متاسفانه افغان ها را بیگانه از خود تلقی میکنند، بنابراین اصطلاحاتی چون تبعیض نژادی میباشد. به صورت مشخص در مورد پاسخ به این سوال مطرح است که موضوع مهاجرت موضوعی نیست که از قرن 19 شروع شده باشد که در معرفی برنامه شما شروع شد، بلکه مهاجرت یک پدیده انسانی بوده است و تا از زمانی که تاریخ بشریت شروع شد تاریخ بشریت آکنده است از مهاجرت های مختلف و این مهاجرت ها عوامل مختلفی داشته است، از جمله مهاجرت هایی که افغان ها در 3-4 دهه اخیر به ایران داشتند. تصویری که داستان مهاجرت افغان ها به ایران یک داستان رنگارنگ می باشد، داستانی هست که مملو هست از مؤلفه های مثبت، آغوش بازی که مردم ایران برای همزبانان و هم فرهنگان خود گشودن. این هست که اکثر افغان ها خاطرات بسیار خوشی از مهمان نوازی ایرانی ها دارن و همچنین تسهیلات و امکاناتی که نظام ایران در اختیار افغان ها در چند دهه اخیر گذاشته است. اما در کنار این مثبت از باز میخوام صحبتون قطع میکنم، خود شما برشک سالها پیش در ایران زندگی میکردید و احتمالاً شاید بستگانی هم داشته باشید در ایران، مثل خیلی های دیگری که آمدن و یا ازدواج کردن یا به دلیل ارتباطات نزدیکی وجود داره، همونطور که اشاره کردید. حالا بحث تبعیض نژادی که مطرح شد، این مطلبی است که در رسانه‌ها ازش صحبت میشه و ما به عنوان یه پرسش اینو مطرح کردیم، نه به عنوان تایید در واقع این نکته. و اون نکته هم که در مقدمه اشاره فرمودید در مورد مهاجرت، تاریخچه که مهاجرت در روزنامه شرق ما نقل کردیم، در واقع اشاره است به اون چه که ما در چند دهه گذشته شاهد هستیم. طبیعتاً مهاجرت برمیگرده به هزاران شاید سال پیش، همونطور که اشاره کردید، و نقل انتقال بشر در نقاط مختلف. ولی پرسش که من دارم که گفتید تجربیات
ممکنه خوبی هم افغانستانی ها در ایران داشته باشن. خود شما در زمانی که در ایران زندگی میکردید به هر شکل به عنوان یک نوجوان اگه اشتباه نکنم در اون سالهایی که ایران بودید که عمدتاً هم برمیگرده به زمان جنگ ایران و عراق، وضعیت چطور بود برای شما؟ شما چقدر وقتی که کشور رو ترک کردید و به ایران اومدید احساس امنیت میکردید؟ فکر میکردید که این جاییست که میشه زندگی جدیدی رو شروع کرد یا به عنوان یک جای موقت به ایران نگاه میکردید؟ خب سوالی که برای من جالبه، چون برسان من از هرات هستم و هرات در زمان مرکز خراسان زمین بود که این مرکز شهرستان های داشت که یک از اون شهرستان ها شهر مشهد و طوس بود و اینکه هزاران فامیل در مشهد و در هرات هستند که روابط فامیلی دارن. این است که پس وقتی که ما به مشهد رفتم احساس نداشتم که ما به یک کشور بیگانه سفر کردم، بلکه امتدادی از اون خراسان تاریخی بود که ما به این خراسان تاریخی پای گذاشتم. اما نکته که برای ما سوال برانگیز بود و هست این هست که علی رغم اینکه برصورت ما وارث یک فرهنگ مشترک هستیم و اینکه حافظه تاریخی خراسان زمین در ذهن خیلی از افغان‌ها زنده است، با کمال تأسف این حافظه تاریخی در بین لایه‌های و اقشار از مردم ایران این حافظه تاریخی به فراموشی سپرده شده است و متأسفانه مرزهای ساختگی سیاسی باعث شدند که یک مرزهای فرهنگی به وجود بیاد. و همیشه برای ما سوال بود و هست که چرا بعضی از لایه‌ها و اقشار مردم ایران به افغان‌ها که همزبان و هم فرهنگ از اونها هستن به عنوان یک بیگانگی نگاه میکنن. و همین اصل موضوع مهاجرت از دید افغان‌ها همین هست که احساس بیگانگی که در بین افغان‌ها در ایران به وجود آمده است علی رغم او هم فرهنگی و ای که ما وارث یک فرهنگ مشترک هستیم. آقای مرادی ما باشید به شما برمیگردیم. آقای جوادی حسار، شنیدید صحبت آقای دکتر مرادیان رو؟ چقدر برای شما قابل لمسه؟ شما به شک از استانی میایید که محل عبور در واقع بسیاری از افغانستانی ها بوده و اینها از اونجا آمدن، در همون جا، در همون مشهد و در استان خراسان، حالا و قبل از این تقسیمات جدید هم اونجا ساکن شدن، در طول چند دهه گذشته بعد به جاهای دیگر رفتن احتمالاً. شما موافقید که ایرانی ها گونه دیگری به این نزدیکی فرهنگی نگاه میکنن و نگاهشون نگاه بیگانه است به افغانستانی ها یا افغان ها که خیلی دوست ندارن از این واژه هم استفاده بشه؟ بنده تشکر میکنم از موازای مرادیان که خیلی منطقی صحبت کردن. عرض کنم خدمت حضرت عالی، ما همطور که ایشان گفتن در بین طبقات فرهنگی و دانش‌پژوه و با نگره عمیق‌تر به هیچ جوی تفاوت فرهنگی بین خودمون و برادران و خواهران افغانستانیمون مشاهده نکردیم و نمی‌کنیم و به هیچ وجه اجازه هم نمی‌دیم که همچین شایبه‌ای به وجود بیاد. اما چه بکنیم آقای مرادیان که دست قضا و قدر و روزگار همه کنار هم جمع شدند و این مرزهای سیاسی رو ایجاد کردند و برای نظم و نسق دادن به بعضی از امور چاره ای نداریم جز اینکه بخشی از این قوانین و مقررات بین‌المللی و حسن همجواری رو بپذیریم. ولی من خدمت شما عرض میکنم که با توجه به تجربه شخصی خودم در حوزه مسئله افغانستان، من در سالهای بحرانی که شما ازش نام بردید رئیس آموزش پرورش یک شهر بزرگ مرزی بودم، قربت جام، و بیشی از 30% دانش آموزان من در اون شهرستان حدودا دانش آموزان افغانستانی بودن و در مشهد هم که اقامت، یعنی من اقامت دائمی در مشهد هست، وقتی در مشهد زندگی میکردم روزنامه توس رو که اینجا من در می آوردم یک صفحه همیشگی برای دوستان همفرهنگی خودم به نام افغانستانی ها در ایران داشتیم به نام برفراز هندوکش. دوستان بسیار صمیمی و بزرگی در این منطقه از حوزه ادبی و فرهنگی ما همکاری میکردن که افتخار همه ما و اونا آقای محمد کاظم کاظمی است که از شعرهای بسیار به نام افغانستانی در مشهد هست و نویسندگان همینطور آقای عشیق، خود آقای دکتر عبدالله در مشهد
بسیاری دیگر در مشهد با ما از نزدیک ارتباط داشتند و با روزنامه ما مثل روزنامه خودشون بود اصلا فرق بین ما روزنامه ما و روزنامه اونا نبود. گاهی وقتی که بعضی از اعضای ناشناس می اومدن تو دفتر کار من می نشستن می دیدن که 15 نفر 20 نفر از این دوستان با هیئت چریک و اون لباس فرم مخصوصی که اون زمان بچه های افغانستانی جنگ جون می پوشیدن تو اتاق من نشستن و با هم داریم صحبت میکنیم و مشورت میکنیم. بنابراین خدا رحمت کنه فرم آقای شاه مسعود رو، احمد شاه مسعود رو. بنابراین من عرض میکنم ما به هیچ وجه این رو نمیپذیریم و نپذیرفتیم. اما همونطور که شما هم اشاره کردید، خب ما در ایران هم که الان هستیم بین مرزهای درونی جغرافیایی داریم دیگه، مثلا ما مرزهای فرهنگی خود فرهنگ هم داریم. بالاخره یک آذربایجانی شریف و عزیز اونقدر که در منطقه ترک زبان و آذری زبان احساس آرامش و امنیت میکنه، در سیستان بلوچستانی آسایش امنیت رو نداره، یا همونقدر که یک سیستانی در سیستان بلوچستان آسایش و امنیت فکری و فرهنگی احساس میکنه، در غرب کشور اینطوری نیست. اگرچه همه با همیم، یکیم، ولی بالاخره خانواده ایم، خانواده با تلون و فرهنگ های مختلف. در مورد افغانستانی ها هم همینطوریه، یعنی ما هر وقت صحبت کردیم صحبت از مقررات، قانون، همفکری، هماهنگی و البته محدودیت‌های قانونی، یعنی اینا رو هم باید بپذیریم و هر جا هم مزیقه‌ای بوده اون مزیقه سر برخورد با متخلفین بوده. متخلف چه افغانستانی باشه، چه ایرانی باشه، چه پناهنده دیگه‌ای باشه که تو ایران می‌خواد زندگی کنه. حالا صرف نظر آقای جوادی، صرف نظر از این بحث چه اختلاف نداریم با متخلفین یا نکاتی که حالا در موردش حتما صحبت خواهیم کرد، من می‌خوام خیلی کوتاه در دو سه جمله توضیح بدید. بحث با مهمانان دیگه دنبال میکنیم، بعد به شما برمیگردیم برای توضیح بیشتر. دولت آقای روحانی در شرایط فعلی چرا امکان در واقع زیست افغانستانی ها رو در 9 استان محدود کرده؟ به دنبال چه هستن؟ دارن فضا رو میخوان ارسل انقدر تنگ بکنن که این چند صد هزار نفری هم که در ایران الان هستن و با در خطر در واقع اخراج قرار دارن، اینها رو میخوان به زور یا شرایط براشون طوری در واقع رقم بزنن که اونها خودشون با پای خودشون ایران ترک بکنن؟ چنین رویه به نظر شما با توجه به تجربه تاریخی این چند دهه گذشته روش منطقی است؟ ببینید، یکی از شعارهایی که آقای دکتر روحانی دادند این بود که ما میخوایم قانون رو در همه جوانب سیاست‌های داخلی و خارجیمون اعمال کنیم. خب وقتی که بحث اعمال قانون میشه، یکی از اون جاهایی هم که ممکنه بر خیلی ها سخت و ناگوار باشه، دوستان افغانستانی ما هستن که بالاخره تابع شرایط خاص افغانستان در ایران زندگی میکنن و رعایت مسائل قانونی رو هم نکردن و دولت ناچاره که با اینا برخورد قانونی بکنه، اونا رو به اردوگاه بفرسته یا شرایطی براشون فراهم کنه که برگردن. این خوشبختانه چون از منظر قانونی داره انجام میشه، تحت نظر کنسولاریای عالی پناهندگان هست، در مشورت دائم با دولت مردان دولت افغانستان هست و به هیچ روی سیاست کلان جمهوری اسلامی و سیاست ویژه آقای دکتر روحانی این نیست که سابقه نیکوی حسن همجواری و اخوت و برادری و همدردی و هم آوایی بین دو ملت تابع شرایط خاصی مخدوش بشه. این چیزیست که به نظر من در سیاست آقای روحانی دنبال خواهد شد. ولی عرض کردم مزایق داخل کشور را هم باید در نظر گرفت. ببینید، ما امسال پذیرایی از میهمان یه امر پسندیده است، ولی واقعا میزبان الان خودش تحت فشار شدید اقتصادی است. ما امسال درآمد نفتیمون به نصف تقلیل یافته، تازه تحریم هایی هم که بوده به جای خودش محفوظه. بنابراین باید بپذیریم یه مقداری که وقتی یه مقدار فشار اقتصادی بر میزبان افزایش پیدا میکنه، یه مقدار ضابطه‌مندتر، قاعده‌مندتر از میهمانان عزیز خودش پذیرایی کنه. اگر قرار 10 وعده پذیرایی کنه و ناهنجار، یه وعده پذیرایی کنه و به هنجار. بسیار عالی. آقای فرمان، خوش آمدید به برنامه. شما همچنین برداشتی دارید، شما سالها در ایران زندگی میکردید و اگر اشتباه نکنم شاید تجربه مشترکی با حداقل طیف گسترده‌ای بخش عمده‌ای از افغانستانی‌هایی که به کارهای
دشوار به کارهای سخت در واقع میپرداختن. شما چون این تجربه مشترکی دارید، حالا صرف نظر از اینکه الان نویسنده هستید، کتاب مینویسید، در حال تحصیل هستید در دانشگاهی در سوئد در گوتبوری یا گوتنبرگ، در واقع موافقید با اون چه که آقای جوادی ارسال گفتن؟ دولت آقای روحانی به دنبال اعمال قانون هست و میزبان هم وضعش زیاد خوب نیست، سفرش مثل گذشته چنان باز نیستش. آیا چنین تصویر شما میبینید؟ چقدر این تصویر با تجربه شخصی خود شما زمانی که در ایران بودید شباهت داره؟ با درود بر شما و بینندگان عزیز و همزمان با درود به مهمانان عزیز، جدن من کاملا مخالف با چنین صحبت هایی که تا به حال شد هستم. مشکل فقط در اینجا نیست که قانون اعمال میشه، مشکل در اینجاست که با استفاده از نام قانون یک سری مشکلات جدی تر دیگه که ما حتی میتونیم به نام آپارتاید اسلامی به نامیمش در ایران اعمال میشه علیه افغان ها و اینا رو متاسفانه نمیبینیم. ما در یک رابطه کوتاه، رابطه تنگ به اصطلاح هیته خود ما نمیتونیم قضاوت بکنیم که این 3 میلیون انسانی که در ایران زندگی کرده و در طول این سالها 30 سال 35 سال است اونجا مهاجرت کردن، زندگی کردن، بچه‌ها تولد شده، اینا اجازه رفتن به هیچ جایی ندارن، اینا امکانات هیچ چیزی را ندارن، حتی از بود حتی انسان شمرده نمیشن در اون جامعه. ما میایم راحت میگیم قانون اعمال میشه. آیا میتونیم چنین قضاوت را بکنیم؟ در طول زمانی که من خودم شخصا در ایران مهاجرت کردم، من با خانواده که باور به آیت الله خمینی داشت و پدر که سالها داد از خمینی میزد و به خاطر نام خمینی در افغانستان زندانی شده بود، وارد ایران شدیم. در زایدان اولین برخورد با ما چنین بود که اولین بار ما را بردن راست مستقیم به کمپ مهاجرین و در کمپ مهاجرین هیچ امکاناتی وجود نداشت. او خیمه ها و او چادرهایی را که داده بودن که اونام خیرات سر به اصطلاح سازمان ملل بود، به اندازه امکانات کم بود که حتی نفس کشیدنم به زیر از او خیمه ها سخت بود. گذشت از او که زمستان سختی بود، همزمان ما به مواد غذایی که میخواستیم او مواد غذایی را آنچنان به دسترس ما نبود. پنیر شور داده میشد به افغان ها، به خصوص صبحانه که مادر من از تکلیف قلب داشت، مشکل قلب داشت، نمیتونست شور بخوره، فشار خون داشت. و از اینا که بگذاریم، این دوره که صحبت میکنید آقای فرمان، دقیقا چه سالی است که شما یک زمانی که به ایران مهاجرت؟ سال 80، سال 80، سال سالهای جنگ است. بله. گذشت 1980. بله. در مجموع در سرتاسر ایران شما یک بار یک افغان به نام خودش نمیبینین صدا زده شده باشه. شما از چه سال آقای عرفان عزیز میخوام شما فرمان چند از شما از چند سالگی تا چند سالگی در ایران بودید؟ من از سال 80 تا حدود 86 در ایران بودم. یعنی چند سالتون بود اون موقع؟ من حدودا 19 ساله. 19 سال. بعد چه کار میکردید تو اون سالهایی که اونجا بودید؟ من در سال 80 وقتی وارد شدیم اونجا، خب به علت مشکلات اقتصادی مجبور بودم من سمپاشی با آقا کردم. عرض بشه خدمتتون، من بسات کردم، رستوران ها کار کردم، از 5 صبح 4 صبح که من میرفتم تا 8 و 9 صبح باید دو سه گونی بزرگ پیاز پست میکردم و خیلی کارهای دیگه. ولی این کارها مشکل نبود، مشکل با نوع برخورد بود. اتفاقا همین رو میخوام بپرسم، شما از واژه آپارتاید اسلامی صحبت کردید، نکته بود که ابتدای برنامه آقای مرادیان هم یه نقدی بهش داشتن که چرا از واژه تبعیض نژادی گاهی صحبت میکنیم. واژه‌ای است که منتقدان اعتقاد دارن که چنین چیزی احتمالاً یا شکلی از این تبعیض در واقع در ایران اعمال شده. میتونید یک مثال بزنید اگه براتون امکان داره، خیلی کوتاه، که این تجربه شخصی شما در چه چیز، یعنی چگونه بود که این تجربه شما به شما این رو منتقل کرده که الان صحبت از یک آپارتاید اسلامی میکنه؟ ما شباهت های بسیار زیاده بین آپارتاید در آفریقای جنوبی و ایران در مورد افغان ها میبینیم. مثلا شما به راحتی نگاه میکنید میبینید افغان اجازه نداره از یک شهر به شهر دیگه بره.
افغان اجازه نداره مغازه باز کنه، افغان اجازه نداره مثلا خانه بخره، افغان اجازه نداره مسافرت بکنه، افغان اجازه بعد از 30 سال زندگی در یک کشور اجازه نداره تابعیت اون کشور داشته باشه، بچه‌هاش اجازه ندارن به مکتب برن، اجازه به دانشگاه ندارن. خب اینا همه حرف از تبعیض است دیگه، تفاوت است. من فکر میکنم علت اصلی نه تنها در اینجا است که باید در تاریخ نگاه کرد، در حقیقت جامعه ایران دچار یک غرور است، یک غرور تاریخی. هر ایرانی، البته من تمام ایرانی ها را نمیگم، هر ایرانی وقتی به تاریخ خود بازگشت میکنه احساس هزیره داره که من تاریخی، من کوروش است، من تاریخی، من یک سری افتخارات است. و چنین افتخارات از سوی مقامات دولتی به شکلی از اشکال مورد استفاده قرار میگیره که بعد این استفاده را در مقابل بیگانه ها به صورت عملی انجام میدن. مثلا در مقابل افغان ها، نه تنها افغان ها، بلوچ ها، کرد ها و عرب ها و دیگه اقلیت های محدود دیگه هم که در داخل ایران است، اونا هم از بود انسانی آنچنان انسان نیستن که یک ایرانی است. شما آقای فرمان زمانی که ایران بودید امکان تحصیل براتون فراهم بود در اون 6-7 سالی که ایران بودید؟ نه، به هیچ وجه. یعنی شما اصلا نتونستید مدرسه یا دانشگاه برید؟ من نتونستم. از طبقه من، از طبقه کارگر به هیچ وجه راه به دانشگاه و راه به مدرسه و اینا نداشتن. یک طبقه بسیار کوچکی که داخل دانشگاه ها شدن، اینا بیشتر کسانی بودن که در عذاب سیاسی کار میکردن و خطی که میگرفتن از جمهوری اسلامی بود و خانه‌ها جمهوری اسلامی اکثر مزایایی بر اینا میداد. همه مردم که امکان رفتن به مدرسه نداشتن. آقای فرمان، حتی در دوره های ما داریم که نجیب الله از افغانستان میگه ما تمام پول مصارفی که افغان ها در ایران به مدرسه میرن درس میخوانن، ما همیا رو میتیم بیاین از سفارت ما بگیرن ولی اجازه بدن مهاجران ما درس بخوانن. آقای فرمان با ما باشید، به شما برمیگردیم. خانم دکتر آریا، خوش آمدید به برنامه. صحبت از این بود که امکان تحصیل وجود نداره برای افغانستانی ها در ایران. خب طبیعتا نمونه های زیادی هست در این ارتباط، حالا بعد صحبت آقای جوادی هزار حتما خواهیم شنید واکنششون رو. ولی نکته که برای بسیاری شاید جالب باشه شنیدنش این که شما نه خیلی قبل، در همین سالهای اخیر، یعنی در دهه 80، سال 1382 اگر اشتباه نکنم تا 89 فکر میکنم، شما در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول تحصیل میشید. توضیح بفرمایید که اساسا چطور شد شما پاکستان بودید، ظاهرا از پاکستان تصمیم میگیرید به ایران بیاید و بعد چگونه وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد میشید؟ با سلام خدمت شما و مهمانان برنامه، خسته نباشید عرض می کنم. ما ابتدا پاکستان زندگی می کردیم و همینطور که خب می فهم ما شما مطلع هستیم، مهاجرت به ایده‌های مثبت و منفی خود داره. در پاکستان که چون ما از هرات افغانستان هستیم و قسمتی از فامیل، چون هرات نزدیک ایران هست، قسمتی از فامیل به ایران مهاجرت کرده بودن، بنا به دلایل شخصی یا فامیلی تصمیم گرفتیم همه یک جا باشیم. و از طرف دیگه وقتی در پاکستان می‌دیدیم که مهاجران آزادی دارن، هر جایی که بخوان راحت میتونن زندگی کنن و از حقوق شهروندی برخوردارن، گفتیم پاکستان که اینطور هست، خب ایران که دم از برابری و عدالت و تواضع میزنه، دم از مساوات میزنه و در عرصه جامعه بین المللی اعلان کرده که مهاجرپذیر هست و کمک های زیادی دریافت کرده بود از جامعه بین المللی برای کمک به افغان ها، از طرف و اشتراکات فرهنگی و زبانی که داشتیم، گفتیم مسلماً زندگی در ایران شاید بهتر باشه و ما راحت تر بتونیم مشکلات زایده از مهاجرت رو تحمل کنیم. این شد که به ایران مهاجرت کردیم. بعد از چند سال پاکستان بودید که بعد به ایران اومدید؟ ما آخرین بار 3 سال پاکستان بودیم. 3 سال پاکستان بودیم. بعد همون حدود سال اواسط، یعنی اوایل دهه 80 که به ایران میاد یا زودتر اومده بودی؟ سال 80 وارد ایران شدم. و بله سال 80. و خب اول که اصلا امکان ادامه تحصیل نبود در ابتدا. شما در واقع در کنکور قبول میشید. توضیح بدید چطور شما در کنکور شرکت کردید و در کنکور قبول شدید برای تحصیل در پزشکی؟ بله. خب سال اول که امکان ادامه تحصیل نبود، من به صورت خصوصی به تدریس زبان انگلیسی، ریاضی و فیزیک پرداخته بودم. بعد همون که تحولات سالهایی بود که تحولات افغانستان شروع شد، حکومت طالبان تغییر کرد
و تمام کشور دنیا در عرصه بازسازی افغانستان سهم گرفتن. ایران هم یکی از کاراش این بود که یک امتحان برگزار کرده بود از مهاجرین افغان و چند نفر رو پذیرفت که وارد دانشگاه بشن و خوشبختانه من هم یکی از این پذیرفته شده ها بودم که طبق آرزوی چند ساله و آرزوی دیرینم چی شد و وارد دانشگاه شدم. تجربه تحصیل در فضای آکادمیک در دانشگاه چقدر متفاوت بود؟ با صحبت هم کردن ابتدا هم آقای مرادیان و آقای جواد حسا، چقدر این دو تجربه برای شما متفاوت، فضای سطح شهر، عموم مردم، فضای جامعه و بعد فضای آکادمیک رفتن به دانشگاه، آیا واقعا تفاوت خیلی محسوس بود یا در دانشگاه هم گونه ای از اون چیزی که آقای ارزم عارف فرمان صحبت می‌کردن، از اون تبعیض رو شما همون سطحی که در سطح جامعه در عموم می‌دیدید در فضای آکادمیک هم می‌دیدید؟ بله، خب در کل که باید بگم خب خاطرات خوبی هایم داشت، بدی هایم داشت. خاطرات مثبت، خاطرات شیرین زیادی دارم از دانشگاه و همینجا اگه استادام و همکلاسیام میبینن سلام و عرض ارادت دارم خدمتنا. ولی خب دانشگاه هم که یک محیط آکادمیک و علمی بود، اونجا هم تبعیض مشاهده میشد، حتی تحقیر مهاجرا دانشجوی افغان، و خیلی برای من این یک چیز خیلی جالب بود که خیلی از دانشجوی افغان پنهان میکردن از اینکه افغان هستن، به خاطر نه تنها ترس از همکلاسی ها وحشت داشتن از اینکه همکلاسی ها بفهمن یا مورد توهین قرار نگیرن، مورد اهانت قرار نگیرن، حتی از استادا هم اینا هراس داشتن و این خیلی جای تاسف بود و خیلی پدیده وحشتناکیه به نظر من که همچین پدیده ای بود. من خودم اگه دو تا وقت هنگام ورود به دانشگاه و هنگام فارغ التحصیلی فقط به دو مورد اشاره میکنم خودمه، که چون قبل از دانشگاه خب یعنی فعالیت‌های فرهنگی، شعر و نویسندگی مسائل داشتم، از مجله دانشگاه و مرکز فرهنگی دعوت شده بود که همراهشان همکاری کنم. خب وقتی که اولین روزی که وارد مرکز فرهنگی شدم، اون دانشجوی سال بالا بود که مدیر مسئول اون مجله بود و در رأس مرکز فرهنگی قرار داشت، به معنی اینکه فهمید که من افغانم، گفت افغانا که همه کارگرند و ایشون چطور اومده اینجا میخواد دکتر بشه، همچی توهینای کارا نمیشه بگم، یعنی اینقدر این توهین کرد و من اینقدر سرخورده شدم و ناراحت که وقتی از اونجا بیرون شدم و دیگه تا آخر اون 7 سال نرفتم سمت این مسائل و یعنی دلزده شدم. در واقع میفهمید که در فضای آکادمیک هم چنین تجربه داشتین. شما یه توضیح کوتاه هم بدید قبل از اینکه بحث با مهمانان دیگر دنبال بکنیم. همسر شما هم پزشک هست اگر اشتباه نکنم، ما با هم صحبت میکردیم. چه تعداد در میان دانشجویان پزشکی چه تعدادشون افغانستانی بودن در اون زمانی که شما دانشگاه بودید؟ ما 70 نفر تو کلاس ما بودن، دو تا خانم بودیم که دو تا خانم افغانستانی در واقع در میشون. با ما باشید، به شما برمیگردیم بعد صحبت میکنیم که چه اتفاقی افتاد، چطور تصمیم گرفتید ایران رو ترک بکنید. آقای مرادیان، شنیدید صحبت‌های دیگر مهمانان رو، اگر مطلبی دارید در ارتباط بشنویم و بعد من پرسشی رو با شما در میون بگذارم. ببینید دو موضوع از حکی که موضوع مفهوم ایران میباشد و یکی از متاسفانه در دهه‌های اخیر مفهوم ایران زمین ادهی در تهران حق انحصاری پیدا کردن و ایران تاریخی رو محدود کردن به ایران فعلی و فراموش کردن که ایران فعلی بخشی از ایران بزرگ میباشد که مرزهای و ایران خیلی خیلی فراتر و گسترده تر است از ایران فعلی است. پس ما برمیگردیم به موضوع اول خود که متاسفانه مرزهای سیاسی باعث شدند که مرزهای فرهنگی به وجود بیایند و اینکه مشکل اصلی که بحث از دید افغان ها وجود دارد این است که ما خود را هم فرهنگ احساس میکنیم و متاسفانه ادهی در ایران نتوانستن بین مرزهای تحمیلی سیاسی با اون مؤلفه های مشترک فرهنگی تفکیک قائل شوند. در مورد مفهوم تبعیض و آپارتاید در ایران، آقای فرمان درست فرمودند که افغان ها قربانی آپارتاید در ایران می باشند. اما من می خواهم فراتر بگم که متاسفانه نظام سیاسی ایران یک نظامی هست که مبتنی هست بر تبعیض و امروز در ایران قشرهای مختلف ایران قربانی چنین آپارتاید می باشند. نیمی از جمعیت ایران که زنان ایرانی می باشند متاسفانه شهروند درجه دوم محسوب می شوند. اهل سنت ایران
که یک چهارم یا شاید یک پنجم از جمعیت ایران تشکیل بدن مورد تبعیض مذهبی می باشن، دیگر اندیشان ایرانی هم مورد و قربانی چنین تبعیض و آپارتاید می باشن. پس متاسفانه آپارتاید و استبداد و تبعیض در ایران یک سیستم می باشد که تقریبا اقشار مختلف و گروه های مختلف اجتماعی ایران هم قربانی این سیستم می باشند، که افغان ها هم بخش از قربانیان چنین تبعیض سیستماتیکی می باشند. اضافه بر آپارتاید سیستماتیکی که عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم، برای اینکه من میخوام واکنش آقای جوادی حصار رو حتما به این نکات بشنویم. برمیگردیم، من میخوام باید از شما بپرسم که دولت افغانستان، کابل چه نقشی در این ماجرا در پیگیری حقوق افغانستانی ها ایفا کرده و اگر کوتاهی بوده دلالش رو ازتون بعد از اینکه پاسخ آقای جوادی حصار رو به این نکاتی که مطرح شده بشنویم. آقای جوادی حصار، شنیدید صحبت ها رو، تجربه آقای عارف فرمان شنیدیم، خانم دکتر آریا رو بحث آپارتاید کردن، آپارتاید اسلامی ازش اسم بردن، چه پاسخی دارید اونها؟ من فقط برای صحبت‌های دوستانم اظهار تأسف میکنم، برای اینکه به نظر بنده سوراخ‌دعا رو گم کردن و فکر میکنن که آزادی و دموکراسی این است که شما اگر یک کسی یه حق مسلمی که مال خودش بود رو کمتر در اختیار شما گذاشت، شما حق دارید بهش توهین کنید و حق دارید رو متهم کنید. ببینید، من و ما به عنوان ایرانی، همونطور که اولم گفتم، به هیچ روی بابت کاری که برای برادران و خواهران هم کیشمون در جنگ و سختی افغانستان کردیم منتی نمیذاریم و وظیفه انسانی خودمون میدونستیم و میدونیم که به این برادران و خواهران در هر شرایطی کمک میکنیم. اما ما ضرب المثل معروفی داریم در ایران که اگه در دیزی بازه، حیای بنده خدا کجا رفته؟ خب برادر گل من، عزیز برادر، خواهر محترم، شما وقتی میگی در دانشگاه آپارتاید بوده، من شما را ارجاع میدم در همین دانشگاه مشهد. من خودم دانشجو بودم، شاید 20 تا دانشجوی افغانی همدوره من بودن و با هم زندگی میکردیم و هیچ کس نمیپرسید که شما ایرانی یا افغانی، و حتی خود اونها از اینکه با ما دارن برخورد میکنن. من اون زمان خودم عضو انجمن اسلامی دانشگاه بودم و مسائل رو پیگیر میکردم، آدمهای زیادی رو میشناختم که الان در افغانستان مدیریت دارن، مسئولیت دارن، دارن کار میکنن. اینکه شما میفرمایید هر کس در افغانستان، در ایران میرفت دانشگاه، آدمهایی بودن که رانت حکومتی داشتن و حکومت به اینا رو میفرستاد، خب سرکار خانم دکتر، شما هم که دانشجو بودید واقعا از چنین رانتی برخوردار شده بودی؟ یعنی شما هم مزدور جمهوری اسلامی بودید رفتید دانشگاه؟ شما هم از جمهوری اسلامی رانت گرفتید رفتید دانشگاه درس خوندی؟ یا اون دانشجوهای دیگه، یا این دوست محترمی که میگه من در ایران اجازه درس خوندن نداشتم؟ من دارم بهتون میگم با اسناد، من اصلا مدافع در این بخش دارم به عنوان شهروند مدنی حرف میزنم، به هیچ وجه از موضع جمهوری اسلامی حرف نمیزنم، ولی اجازه نمیدم جفا بکنید، ستم بکنید به کسانی که میزبان شما بودن، احترام کردن شما را. الان هم این احترام رو میکنم، ولی من به عنوان شهروند دارم خدمت شما عرض میکنم. من رئیس آموزش تربت جان بودم، خدای من و شما شاهد، بین دانش آموز افغانی و بین دانش آموز ایرانی به هیچ وجه تمایز قائل نمیشدم، اگرچه مورد اعتراض بخشی از مردم هم قرار می گرفتیم که آقا نظام جمهوری اسلامی، اول چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام، اول شما بچه‌های خودمون رو تأمین کنید بعد برید سراغ دانش آموز افغانی. ولی ما می گفتیم اینا برادران دینی ما هستند، هم کیش ما هستند، هم زبان ما هستند. این نگاه شما آقای جوادی حصار عمومیت، یعنی میشه این رو واقعا تعمیمش داد به کل کشور؟ سیاست های اسلامی رو داشتم اعمال می‌کردم، من سیاست خودم نبودم اون زمان، من که حق نداشتم سیاست شخصی تو دولت ایجاد کنم، که من اون زمان سیاست جمهوری اسلامی رو داشتم اعمال می‌کردم. این سیاست جمهوری اسلامی بوده که شما باید بین دانش آموز افغانی و ایرانی فرقی قائل نباشید. خب دانش آموز خوب رو هم تشویق می‌کردیم، دانش آموز بد رو هم مجازات می‌کردیم که آقا درس نخوندی باید دوباره تکرار کنی پایتو، باید دوباره درس بخونی. ببینید بنده عرضم اینه، این که دوستمون می‌فرمایند در ایران کسی حق نداره افغانی مورد احترام نیست، من همین الان اگه اجازه داشته باشم
از فرد محترم افغانستانی که در مشهد هست اگه اجازه داشته باشم اسمشو بگم عرض میکنم که من 5 سال داشتم ساختمون سازی میکردم تو همین شهر مشهد، خونه رو داشتم میساختم، کلید خونه من دست فردی بود نام قدوس که همه افغانستانیای مشهد میشناسنش، بنای ساختمانی است، امین من بوده، همین الانش هم امینه، ما هیچ رابطه ای با هم دیگه نداشتیم، از روزی که اومده تو ساختمون من کار کرده من کلید زندگیمو دادم دستش و تا وقتی هم رفته، یعنی خشت خونه من ایشون گذاشته و ایزوگام خونه من ایشون کرده رفته بیرون و ما با همین قضیه صمیمی بودیم که سر سفره هم غذا می‌خوردیم و هران آقای جواد یسار، یعنی در واقع حالا این تجربه شخصی شما بسیاری هم هستن، همونطور که اشاره کرده افغانستانی‌های امین کم نبودن در این سال‌ها و همه ما تجربه این رو قطعاً داشتیم، ولی بعید بدونم که شما بخواید این رو رد بکنید که رسانه‌ها، مطبوعاتی که خود شما درش سال‌ها فعالیت کردید چقدر نقش داشتن در واقع در دامن زدن به این فضای نگاه منفی که نسبت به مهاجرین افغانستانی در ایران وجود داشت. من آب طهارت بر سر همه رفتارهایی که تو ایران ریخته که نمی‌ریزم. نمیگم که هیچ خطایی از هیچ فردی صورت نگرفته. ممکنه توی محله ما می‌رفتیم که حمایت کنیم از دانش آموز افغانستانی، همسایش متعرض می‌شده، ناراحت می‌شده که چرا بچه من نیاز به کتاب داره، شما کتاب میدیم به بچه افغانستانی. شما می‌فرمایید که اگر تبعیضی بودن تبعیض سیستماتیک نبوده. ایده بودن تبعیض سیستماتیک نیست، این که دوست اون خواهر محترممون یا اون برادر عزیزمون می‌فرمان که در ایران کسی نمیتونه خونه بخره. خب بله، افغانستانی غیر مجازی که میاد، مثلا ما الان در ایران قوانینی داریم که فرد اگه سربازی نرفته باشه نمیتونه به نام خودش سند بزنه. خب این تبعیضه؟ خب قانونه. افغانستانی غیر مجاز حق نداشته خونه بخره، به نام دیگران میخریدن و افغانستانی مجاز هم خونه میخره هم امکانات داره. الان اگر این دوستانمون در مشهد زندگی کردن میدونن توی بازار مشهد اطراف حرم چقدر مغازه افغانستانی هست که اصلا وارد اون حجره‌ها که میشه همشون افغانی هستن و دارن کسب میکنن، دارن تجارت میکنن، با سلامت دارن زندگی میکنن. اجازه بدم که شما در تالارهای مهم مشهد هفته 2 تا 3 تا مهمانی خواهران و برادران افغانی ما داره برگزار میشه به زیباترین و شکیلترین نوع و اگه کسی وارد اونجا نشه و نوع لهجه رو متوجه نشه متوجه نمیشه که این افغانیه. این به نظر من جفاست. یعنی آیا من حق دارم، من سوال میکنم از این دوست محترمون، من حق دارم بگم که در افغانستان چون طالبان اومدن یه مدتی یک سری کارهای خشن کردن همه افغانی ها اینجوری فکر میکنن؟ آیا من حق دارم بگم آقا اگر در افغانستان کشت مواد مخدر مجاز است و اصلا یه عده‌ای از حتی منصوبین به دولت هم دارن قاچاق مواد مخدر میکنن، آیا من میتوانم به خودم حق بدم بگم افغانستانی ها در ایران رواج دهنده و کشت کننده افیون تو ملت ما بودن و اینا بودن که ملت ما رو، یه بخشی از ملت ما رو فلج کردن به خاطر توزیع مواد مخدر؟ آقای جواد یسار اجازه بدید من بخوام بس... چون وقتمون محدود هست حتما پاسخ میخوام. آقای خواهش من از این دوستانم تقاضا میکنم قرار است نقد کنیم، نقد منصفانه بکنیم. بله. ببینین چقدر امکانات دریافت کردین به عنوان میهمان، چقدر مزایق داشتید و بعد در اون شرایطی که ما در مضیقه هستیم بازم توقع دارید مثل اون روزا با وفور نعمت از شما پذیرایی بکنیم؟ خب این جفاست اگه همچین توقعی دارید. آقای فرمان خیلی کوتاه واکنش شما رو بشنویم به صحبت آقای جواد یسار، بعد خانم دکتر آریا پاسخشون رو میشنویم. اول خدمت شما عرض بشه که کلمه افغانی یکی از توهین‌آمیزترین کلماتی است که من همیشه شنیدم و جدا از همینجا آرزو میبرم که دوستان عزیزانی که این برنامه رو میشنوند کلمه افغانی را استفاده نکنند، چون افغانی واحد پول ماست و افغانی هیچ ربطی به افغانستان نداره. ما زمانی که میگیم ایرانی به خاطر اینکه استان آخر کلمه مثل افغانستان یا تاجیکستان و پاکستان نداره و پاکستانی ها ما هیچ وقت به کسانی که از پاکستان آمدن یا تاجیکستان آمدن، اگه بگیم تاجیکستانی یا پاکستانی بیشتر از زبانشان صحبت میکنیم یا گرجستانی یا هر چیزی دیگه. افغانستان هم به مردمش باید افغان گفت و به یا افغانستانی گفت و به واحد پول ما میشه
افغانی گفت. کلمه افغانی کلمه نامعنوسیه ولی روی هم رفته. در مورد این که این آپارتاید ایشون قبول نمیکنه و از موضع شخصی خودشان وارد میشه و موضع شخصی ایشان که خانهشان به دست آقای عبدالقدوس بوده و یا مثلا کسان معتمد بوده یا ایشان وزیر رئیس آموزش پرورش تربت جام بودن، اینها دلیل نمیشه که عمومیت بدیم به تمام جامعه ایرانی در برابر افغان ها. در ایران افغان یعنی انسان، یعنی موجودی که بیگانه است و ترس ازش دارن. و حتی زمان ما در تاریخ داریم گذشته های در 20 سال 30 سال پیشتر، ما بچه هایشون مردم که میخواباندن خانم ها بیشتر میگفتن اگر نخوابی مثلا افغانی رو صدا میزنیم. اینها چیزایی است که وجود داره، ما باید در جامعه باز ببینیم. نمیشه از موضع جمهوری اسلامی با این مسئله برخورد بکنیم که نه چون جمهوری اسلامی آبرویش میره اینجا. ما باید ببینیم واقعیت همینه، آپارتاید همینه، تبعیض همینه. انسان از خانه خودش اجازه نداره و بیرون شهر دیگه سفر کنه، حتی در استانهایی که معمولا اجازه نداده بودن که زندگی کنن در اونجا که مواد غذایی هم خریده نمیتونستن. گذشته از اون انسان یه نکته رو آقای فرمان، یه نکته رو آقای جوادی اسار در آخر صحبتشون گفتن به حالت پرسش با شما در میون گذاشتن و خانم دکتر آریا حتما خیلی کوتاه میخوام بشنویم چون با آقای مرادیان میخوام صحبت کنیم. گفتن که آیا میشود اگر این گونه بخوام مقایسه بکنیم، میشود مثلا طالبان رو نماینده کل افغانستان معرفی کرد یا اینکه اگر اونجا کشت مواد مخدر تریاک انجام میشه؟ آره پرسش شما چیه؟ خیلی کوتاه بفرمایید. من بله عرض میشه، ما هم هیچ وقت نمیگیم که جامعه ایران سرتاسر همه نجات پرستن. ما میگیم که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نشراتشان، با استفاده از منابع نشراتی تلاش میکنن این فاصله رو بیشتر کنن. ما مردم داریم در اونجا، ایرانی هایی هستن که خیلی مهمان نوازن و ما خیلی هم مدیونشون، ولی همزمان ما کسانی را داریم، اکثریت عوام جاهل داریم که در پشت خط این جمهوری اسلامی ایران روانن و فاصله ها رو بیشتر میدن. یعنی شما اعتقاد دارید که اگر تعویضی وجود دارین تعویض از سوی حاکمیت اعمال میشه؟ دقیقاً مطمئنن اینطوره. خانم دکتر آریا آکنش شما رو بشنویم. شنیدی صحبت آقای جوادی اسار رو در مورد دانشگاه هم دو سه نکته رو توضیح دادن، گفتن که به اعتقاد تجربه ایشون چنین چیزی رو نشون نمیده اساساً که در دانشگاه تعویضی وجود داشته. شما اگه پاسخی دارید به نکات که ایشون مطرح کردن. من همون اول اشاره کردم که تمام جامعه ایران نجات پرست نیستن، فقط اون قسمتی که متاسفانه حد اکثر تحت تاثیر نظام یعنی سیاست دولت قرار گرفتن و از تحت تاثیر رسانه ها و میدیا و تلویزیون و اونا بودن که این برخوردار رو داشتن و نمیگیم همه اینطوری بودن، یعنی واقعا خاطرات خوبی داریم. هرچی باشه من مدیون هستم، پزشک شدم با هر تمام سختی هایی که بود اونجا، ولی تونستم پزشک بشم و از استادام که به من آموزش دادن تشکر میکنم، از همکلاسی های خوبم که خاطرات خوبی برام به وجود آوردن تشکر میکنم. نمیگم همه اینطوری هستن، ولی داریم به صورت عمومی صحبت میکنیم. مثلا اخیراً که این موج تازه اقدامات دولت علیه پناهجویان افغان که میگن که محدود کردن که حتی پارک ها نرین، تو شهرهای خاصی باید زندگی کنین و این مثلا، اینا رو چجوری میتونن، اینا رو چطور میتونن جواب اینو بدن؟ و شما هم اعتقاد دارید پس تعویض سیستماتیکه، یعنی از سوی حاکمیت در واقع اعمال میشه، اگر که حتی جامعه هم بخشش این واکنش نشون میده حاکی از تبلیغات که طریق رسانه های حکومتی و دولتی در این سالها اعمال شده؟ من از دوستم خواهش میکنم اگه فیسبوک اگه ببینن، خود ایرانی هایی که اومدن اروپا و دیدن تبعیض و حس کردن، اون الان اعتراف میکنن، میگن که همون کاری که ما با افغانا کردیم الان اینجا داره با ما میشه. خود ایرانی ها اینو اعتراف میکنن. و شما موقعی که ایران رو ترک کردید و بعد فکر کنم به آمریکا احتمالاً آمدید همین اخیراً، چه چیزی در واقع، چه این دو تجربه چقدر برای شما متفاوت؟ وقتی از فضای ایران اومدید بیرون الان که نگاه میکنید
نگاهتون منفی تر شده نسبت به اون تجربه؟ این از این جهت میپرسم که بسیاری این سوال مطرح میکنن که خب حالا وضع افغانستان داره بهتر میشه، برشکل الان سالهاست که دیگه اون شرایط دوره طالبان رو شاهد نیستیم، اگرچه ناامنی هنوز وجود داره، ولی چرا این مهاجرین افغان افغانستانی ها حاضرن این همه رنج و محنت رو تحمل بکنن ولی برنگردن به کشورشون؟ خب مجبورن. الان هم کشور اونقدر امنیت نداره، همین الان هم خطر دوباره اومدن طالبا، خطر ناامنی، کمبود امکانات، همه اینا هست و یک عده فقط عده کمی موندن تو ایران و اونا عادت کردن همونجا، خیلی بزرگ شدن. یعنی شما که تحصیل کرده هستید، پزشک هستید، حاضر نیستید برگردین کشورتون خدمت بکنید به مردم افغانستان در این شرایط؟ حتما، خب حاضرم. من اومدم آمریکا به خاطر ادامه تحصیل و تخصص و وقتی که اومدم ولی الان شرایط رو طوری نمیبینید که حاضر بشین برگردین در شرایط فعلی؟ آخه میگم برگردم با دست پر، برگردم با دستاوردهای برگردم اونجا خدمت کنم. و از وقتی اومدم آمریکا عمق فاجعه ایران رو بیشتر میبینم، از اینجا بیشتر حس میکنم که چقدر اونجا وضعیت وحشتناک بوده. اینجا توی ایالت کالیفرنیا واقعا بین یه شهروند آمریکایی هیچ فرقی نیست و بین تمام مهاجرا همه از حقوق مساوی برخوردارن. هیچ تفاوت احساس نمی‌کنم خود با بقیه. و وقتی از بیرون آدم نگاه میکنه فضای داخل ایران واقعا متاسف میشه. و بازم میگم همه اینطور نیستن، همه اینطور نیستن که همه نجات پرست باشن. فقط اون عده‌ای که تحت تاثیر دولت قرار گرفتن و برنامه‌های ایشون که بازم من اینو تاکید میکنم که عمومیت نداره این بسیار. مسئله. آقای دکتر مرادیان، چقدر در این بین میشود دولت افغانستان رو مقصر دانست در مشکلاتی که مهاجرین افغان افغانستانی ها در ایران در این سال تجربه کرد؟ خب اجازه بدید قبل از پاسخ به این سال به عنوان خاطر تلطیف احساسات آقای جواد ایثار اشاره شود، ایشان اشاره کردن که ایشان در تربت جام و مشهد بودن و حدس می‌زنم که اینا اهل خراسان رضوی یا شمالی و جنوبی باشد. پس اجازه بدید به عنوان یک هم خراسانی صحبت شود در این بحث افغانی و ایرانی، چون بیشتر تفکیک و جزایی ها تلقی میکنند. اگه که ما به عنوان وارث یک فرهنگ مشترک صحبت کنیم، خیلی گله های متقابل درکی و جزمی و آرامتر و آسانتر خواهد بود. که پس من امیدوار هستم آقای حصار به عنوان یک هم خراسانی به صحبت ها و گله های ما یا خانم دکتر و آقای فرمان گوش کنند. در پاسخ به این سوال شما، ببینید در بحث در ابتدای اشاره کردم موضوع مهاجرت مخصوص به افغان ها نمی باشند، بلکه واقعیت های یک جامعه بشری مهاجرت ها هست و این خصلت یک جامعه بشری است که برای پیشرفت مهاجرت می کند یا برای فرار از مشکلات مهاجرت می کند. و افغان ها هم یا برای داشتن یک زندگی بهتر افغانستان ترک کردن یا برای فرار از مشکلات و تهدیداتی که جان و اینها را تهدید میکرد. در 13 سال اخیر ما شاهد یک بازگشت عجیبی از افغانها به افغانستان بودیم. از سال 2001 به این طرف بیش از 4 میلیون افغانستانی از ایران، پاکستان و حتی کشورهای غربی دوباره به افغانستان بازگشتند. و بازگشت 4 میلیون افغان به این معنا هست که 4 میلیون افغان به افغانستان جدید اعتماد پیدا کردند و اعتماد جدید برمیگردد به امنیت نسبی و امنیت روبروشی که افغانستان شاهد او میباشد. ولی آقای مرادیان، نکته که من توی تظاهرات، چندین تظاهرات در این روزها و هفته ها و ماهای گذشته ما شاهد بودیم مقابل سفارت ایران در کابل، این دفعات مردم حاضر شدن و انتقاد میکنن به دولت، در دولت افغانستان. حالا در دوره‌های متفاوت، به ویژه بر دولت آقای کرزی، در دوره‌های متفاوت دولت مختلف، روابط به نظر میومد با تهران، در فارغ از اینکه چه دولتی سر کار بوده در تهران، روابط دولت با دولت ظاهرا روابط، حداقل در ظاهر به نظر روابط خوب میومد. آیا فکر میکنید که علتش این بوده که دولت افغانستان همیشه در موقعیت ضعیفی قرار داشته، برای همین نتونسته حقوق مهاجرین رو در ایران اونطور که باید شاید پیگیری بکنه؟ خیلی کوتاه بفرمایید. دقیقا همین هست که متاسفانه دولت‌های افغانستان به خاطر
محدودیت هایی که داشتن نتوانستن مسئولیت حقوقی خود را نسبت به شهروندان افغانستان داشته باشند و ای که حقوق شهروندان افغانستان در خیلی از جاها مورد نقض قرار می گیرد. اما این چیزی که ایران استثناء از سایر کشورها قرار می گیرد و ای که ما چرا شاهد تظاهرات در برابر سایر سفارتخانه ها نیستیم، به این دلیل که هست که ما انتظار متفاوتی از همزبانان و همکیشان ایرانی خود داره. به خاطر که اگه من به عنوان یک فارسی زبان در پاکستان یا در هندوستان مورد تبعیض قرار بگیرم زیاد جای گله نیست، اما اگر من در تهران یا مشهد مورد تبعیض و آپارتاید قرار بگیرم او وقت جای گله می باشد. پس نگاه ما افغانها و افغانستانی ها به ایران متفاوت است از به ایران نسبت به سایر کشورها. یکی دو جمله این سوال رو پاسخ بفرمایید. من ویدیوهای زیادی هست، گزارش هایم آمده بود در این ماه و سالهای اخیر که جاسوسانی هستند که حالا در ایران احیانا آموزش دیدن، تربیت شدن و در افغانستان اینها به گردآوری اطلاعات در سطح‌های متفاوتی مشغول هستند. این گزارشات چقدر جدیه به نظر شما؟ خیلی کوتاه یکی دو جمله بفرمایید. یک واقعیت هست که متاسفانه بخش از سپاه قدس، وزارت اطلاعات ایران متاسفانه از نیاز افغانها، از زندانیان افغانستان به خاطر جنگ خود در خاورمیانه سوء استفاده میکند. آقای جوادی اسحاقی، دو سه دقیقه بیشتر به پایان برنامه وقت نمونده، من میخوام که اگر مطلبی دارید حتما توضیح بفرمایید. و یه نکته ای هم که اگر بشه پاسخ بدید، اینکه گزارشی وال استریت جورنال اخیراً چند ماه پیش منتشر کرده بود و در اون اشاره میکنه که عده‌ای از مهاجرین افغانستانی ها در ایران رو اینها رو مجاب کردن با وعده دادن اقامت و مثلا $500 حقوق که اینها میرن و در سوریه در کنار بشار اسد در واقع با مخالفین میجنگند. چقدر به نظر شما اینها گسترده است و چقدر جدی این گزارش رو با توجه به شرایطی که شما در ایران شاهد هستید و وضعیتی که در سوریه میبینید؟ بدیهی است اگر که این اتفاق افتاده باشه حتما بر اثر اجبار نیست، یعنی اگر همچین موضوعی حقیقت داشته باشه اثر اجبار نیست، چون اگر یک برادر افغان ما در ایران ملزم باشه یک سری قوانین و مقررات ایران رو رعایت بکنه در خارج از ایران که هیچ دلیلی نداره برای رعایت قوانین و مقررات ایران، اگر بپذیره که در کنار بقیه آدمایی که اونجا از سراسر دنیا رفتن، اروپایی، آمریکایی، عرب، روس و اصلا تاجیک، افغان، همه جور آدم الان توی سوریه پیدا میشن که دارن مبارزه میکنن، عقاید خودشونو دارن، برادران افغان ما هم از این قاعده شاید مستثنا نباشن که اونا هم یه دهشون دوست دارن برن برای عقایدشون بجنگن. به نظر شما سوء استفاده نیست از اینکه برخی افرادی هستن که اینا دنبال پاسپورت و تابعیت هستن، از این وضعیت این افراد سوء استفاده بشه برای اینکه اینها رو بفرستن به جنگی که ممکنه نیست ازش سالم برگردن؟ آقای دقانپور، تو همه دنیا برای دادن ویزا، دادن پاسپورت به آدم‌های مختلف امکانات مختلفی وجود داره. یعنی شما به هر کشوری که می‌خوای بری یک سری قوانین مقررات برات می‌ذارن، یک پیشنهاد بهت میدن بالاخره تا بپذیری، شما که با این قوانین مقررات دنیا آشنا هستید. من سوالم این است که اون فرمایش که اون سرکار خانم فرمودن که وقتی ما میریم توی اروپا تازه میفهمیم، ایرانی‌هایی که رفتن توی اروپا میگن حالا ما میفهمیم که با افغان‌ها در ایران چه برخوردی می‌شده، خودمون داریم میفهمیم تبعیض رو، پس این نوع تبعیضی که ایشون ازش گله می‌کنن برای یه ایرانی هم که در سوئد، در نروژ، در اسکاندیناوی کلا یا در اروپای مرکزی یا اروپای غربی برای زندگی میکنه، این تبعیض ها ممکنه رعایت، یعنی مردم فکر نکنن دارن تبعیض قائل میشن، ولی اون احساس کنه که داره نوعی بیگانگی وجود داره، از خودشون نمیدونن این آدم ها رو. خب اینا بدیهی است، طبیعی است. من باز هم عرض میکنم در ایران من به عنوان یک شهروند آزاد که هیچ الزامی برای دفاع از سیاست‌های دولت ندارم. آقای جواد اسحاقی، بسیاری میدونن شما زندان رفتید، مشکلاتی داشتید، اینگونه نیست که شما بخواید در واقع به عنوان سخنگوی دولت در این برنامه حاضر شده باشید و خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید، ولی یکی دو دقیقه پایین برنامه بیشتر نمونده، من میخوام این رو، چون شما تاکید کردید که این قضیه سیستماتیک نیست و اگرم اتفاقاتی افتاد این جست و گریخته بوده، نگاه کلی حاکمیت به این نبوده که بخوان تبعیض قائل بشن،
تا همین چند هفته و روزهای اخیر مواردی هست و اعتراض‌هایی هم در همین ارتباط ایجاد شده که هزینه تحصیلی این مهاجرین رو در واقع افزایش دادن، سه برابر کردن، فشارهای متعددی هست. اینها حتی خودتون بهتر میدونید که فرزندان بسیاری از این ازدواج‌هایی که انجام شده با ایرانی‌ها و افغان‌ها، اینها بچه‌هاشون مشکلات جدی دارن در کشور. و اخیراً هم که این گزارش رو که دیدیم، آموزش پرورش هم رد نکرده که معلمی که اون بچه رو فرستاده بوده که انگوش بکنه در توالت به خاطر تنبیه این افراد. فکر میکنید اینها واقعا یه مطالبی است که جست و گریخته فقط اتفاق میفته؟ ببینید، اینا از جست و گریخته هم خیلی جست و گریخته تره. یعنی مسئله اینه که در یک کشور پهناوری مثل ایران و با حدود 3 میلیون مهاجر افغانی که در ایران دارن زندگی میکنن، حدود 1,200,000 نفرشون قانونی و رسمی، بقیه‌شون هم غیر قانونی و غیر رسمی دارن داخل ایران زندگی میکنن، ممکنه یه معلم نادان هم پیدا بشه همچین کاری بکنه. آخه چی از این کار دفاع کرده که شما بخواید بگین که آقا در ایران همش یک مورد این اتفاق رخ داده، همه هم توبیخش کردن، همه هم تنبیهش کردن، ولی شما نباید توقع داشته باشین که به خاطر خطای اینجوری طرف رو زندانش کنن یا برن اعدامش کنن. که یا خطایی کرده، هیچ کی از این خطا دفاع نمی‌کنه. ما به خاطر این خیلی در ایران اظهار شرمندگی کردن، کمپین شرمندگی را افتاد توی فضای فیسبوک و فضاهای مجازی به خاطر رفتار همچین معلمی. ولی من از این مطلب رو عرض میکنم که یه جریانی در داخل ایران و در داخل افغانستان و در بین فارسی زبان ها داره تلاش میکنه که خورده اختلاف های بسیار ناچیز که در اصلا در سماحت ایرانی گذشته افغان و بزرگواری فرهنگ اسلامی ایرانی، اینا اصلا آقای جواد استار تشکر میکنم. دستور صریح داریم که اذا مر رو به لغوه مر رو کراما، اینا مصادیق لغوان، باید از کنارش با کرامت گذشت و نباید اینا رو به برادران دینی و هماندیشان و همفکران خودمون در دو کشور نسبت بدیم. سپاسگزارم آقای جواد استار. با عرض پوزش عذر میخوام، وقت برنامه رو پایان مطلبتون کاملا روشن بود. از حضورتون تشکر میکنم. آقای محمد صادق جوادی حسار بودن، از آقای دکتر داوود مرادیان، خانم دکتر آمنه آریا و آقای عارف فرمان هم سپاسگزارم برای شرکتشون در این برنامه افق تا افق پنجشنبه.